سلام، وقتتون بخیر. امروز میخوام با چرخ رانومه مدل 7301 یه سری از ژتونایی که این چرخ داره رو براتون بدوزم و ببینید که دوخت ژتون روی لباسا چقدر میتونه قشنگ و زیبا باشه. یه سری ژتونایی هستش که تو خیلی از چرخهای گلدوزی دیگه هم هست، بعضی از ژتوناش هم میتونه فقط مال خودش باشه. یکی از امکاناتی که این چرخ داره این که یه سری طرحهایی رو براتون میدوزه، مثل یه تمساح یا یه پروانه، یا میتونه حروف رو برای شما گلدوزی کنه، حروف رو گلدوزی کنه، یا اعداد رو. بالاخره اعداد کدوم بر بود؟ اعداد این بره، حروف این بره. حروف یا اعداد رو میتونه براتون گلدوزی کنه. اگه این دسته از ویدیوها رو دوست دارید میتونید به کانال من سابسکرایب کنید و اگه از دیدن آموزش این هفته خوشتون اومد لایک کنید. من فریبا هستم، به کارگاه من خوش آمدید. بچه‌ها من میخوام امروز با چرخ رانومه 7301 کار کنم که یه مدل کامپیوتری هست و یک تعداد مشخصی هم ژتون داره. اینا ژتونای جداگانه نمیخوره و خود روی چرخ این ژتونا رو سیستمش در واقع نصب شده. همین 7 و 8 که همه چرخ ها دارن داره و یک سری از مدلای دیگر رو داره. یه سری امکاناتی که داره که میتونه حروف رو بنویسه براتون، هم به صورت انگلیسی هم فکر میکنم چینیه یا ژاپنیه، در واقع فکر میکنم ژاپنی باشه البته چون چرخمون ژاپنیه، و همینطور یه سری اعداد رو میتونه برای ما در واقع گلدوزی کنه. من میخوام یک مقدار از این حالت ژتونش براتون کار کنم، ببینید چه شکلیه. تو قسمت در این چرخ هم یه سری اطلاعات به ما داده برای جا دکمه و همینطور بعضی از ژتونایی که میخوایم استفاده کنیم میتونیم چجوری دوتاییش کنیم، از دوتا ژتون در واقع در کنار هم استفاده کنیم، که امروز در رابطه با این قسمت نمیخوام براتون زیاد توضیح بدم و خیلی مفصل نشه. میخوام از این ژتونا فقط استفاده کنم، یه مقدار بدوزم و ببینید که این چه چیزایی رو داره و چجوری میتونیم تو لباس هامون استفاده کنیم. هم تو لباس های بچه ها میتونیم ژتون دوزی کنیم که بعضی از ژتون ها واقعا کارهای قشنگی به اون میده، مثل ژتون هایی که ستاره است، قلب به این صورت، یا حالت برگ دوزیه که میتونید تو لباس های بچه و همینطور لباس های بزرگ سالان مثل مانتوهای جلو بسته که تو تیکه وسط کار شما میتونید ژتون دوزی کنید، یا لبه مچ لباساتون رو میتونید ژتون دوزی کنید، و کلا یه کار هیجان انگیزه دیگه. یعنی بجز این که بخواید گل دوزی کنید میتونید از این ژتون رو استفاده کنید و کارتون رو قشنگتر کنید. حالا بریم با هم چند تا از این ژتون رو بدوزیم ببینیم چه شکلی در میاد. خب من میخوام اولین راهی که میخوام بدوزم همین چرخ ساده ای که به طور معمول میدوزیم، یعنی بدون ژتون فقط میخوام ساده بدوزم. یادتون باشه بعد از اینکه نخ از سوزن اومد بیرون از وسط پایه به سمت پشت کارمون بره که کار پاره نشه. این دوخت سادمون، بریم دونه دونه ژتونا رو امتحان کنیم. بچه‌ها من میخوام از قسمت بالا شروع کنم، از دوخت صاف، زیگزاگ، بعد این مدل. تو هر کدوم از این خونه ها 3 مدل زده که من میتونم یکی یا دو تاشو براتون بدوزم چون اینا شبیه همه و از یک خانواده است در واقع. حالا بریم پیش بریم ببینیم چه جوری میشه. پس من میخوام از اینجا شروع کنم و دونه دونه اینا رو براتون در واقع بدوزم، البته بدون جا دکمه. جا دکمه رو قبلا بهتون آموزش دادم، اما اگه دوست داشتین که روی این چرخ هم بهتون جا دکمه آموزش بدم برای من بنویسین، چون این خودش پایه مخصوص داره و چشمی داره، جا دکمه بسیار راحتی میزنه. اگه دوست داشتین که این روش جا دکمه رو یاد بگیرین برای من بنویسین که من براتون فیلم بگیرم و بذارم، وگرنه دوخت جا دکمه رو قبلا توی یکی از ویدیوها بهتون آموزش دادم. پس من از اینجا دارم شروع میکنم، دونه دونه اینا رو براتون میدوزمش.
بچه ها همونطور که متوجه شدین توی هر خونه این مربه ها 3 شکل گذاشته که من میتونم ژتوناش رو اینجا بزنم. وقتی که روی الان من روی این قسمت هم. وقتی روی یکی از قسمت ها میزنم روش فشار میدم یه شکل اول میاد، یه بار دیگه فشار میدم شکل دوم میاد و دوباره فشار میدم شکل سوم میاد که دقیقا همون چیزی که میخوام ژتون دوزی کنم. چون این اول فیلم دادم رفت بهتون بگم، فکر کردم که الان بهتون بگم. پس هر کدوم از این خونه ها هر شکلی که داره شما یک بار روش بزنید، حالا مثلا اول دفعه اول شکل اول، دفعه دوم شکل دوم و دفعه سوم شکل سوم میاد، بعد بقیه اینا هم به همین صورت. در مورد شماره ها و حروف هم همینطوره که سر آخر براتون یه دونه شماره و یه حروف هم میذارم. اینم یه طرح یه تمساح خیلی خوشگل که تکی فقط میدوزه. اگه خواستین چند تا ازش بدوزین باید پشت هم تکرارش کنید و خیلی وقتا میتونید برای گوشی سویشرتاتون از همین شکلا در بیارین بدوزین، در واقع برای بچه‌هاتون که وقتی براشون سویشرت میدوزین یا براشون تیشرت میدوزین میتونید گوشه جیب تیشرت رو براشون یه دونه از این تمساح خوشگل گل دوزی کنید. یه چند تا طرح دیگه هم داره، چتر گل لاله است و پروانه که اونا رو هم تک تک میتونم براتون بدوزم، ولی ترجیح میدم الان براتون حروفش رو بدوزم و یه چند تا هم عددش رو براتون بدوزم که ببینید چه شکلیه. برای دوخت حروف بچه‌ها باید روی این خونه هایی که توش حروف نوشته شده بزنید. ببینید به این صورت وقتی میزنید روش، خب الان حرف A اومده، یک بار دیگه میزنم B، یک بار دیگه میزنم C، D تا E تو این خون است. بعد هر کدوم از حروف ها رو که میخواییم بدوزین باید دونه دونه اول حروفش رو پیدا کنید، همون رو بدوزین، بعد برین مثلا خونه بعد و حرف بعدی رو بدوزین. در مورد اعداد هم همینطوره، مثلا من وقتی اینجا میزنم میشه 0، دوباره که میزنم 1، این تا 4 تا اینجا تو این خونه است، 5 و 6 و 7 و 8 و 9 تو این خونه است به این صورت. پس حالا میتونم یه کلمه و یه عدد هم اینجا براتون بدوزم ببینید.
Thank you.